به نام خداوند یکتا سلام و وقتتان بخیر. به آخر خط خوش آمدید. افغانستان در فهرست نخست جدول شاخص جهانی تروریسم. امارت اسلامی به گزارش انستیتیوت صلح و اقتصاد واکنش تند نشان داد. آیا این گزارش به اساس مغرضانه است؟ مؤسسه صلح و اقتصاد که شاخص جهانی تروریسم را همساله اعلام میکند، در گزارش امسالش برای سومین سال پیاپی افغانستان را در فهرست نخست کشورهای تحت تأثیر تروریسم اعلام کرده. جالبتر این که طالبان نیز در این شاخص در میان چهار گروهی که مسئول بیشترین کشته ها در جهان در سال 2021 است معرفی شده. اما امارت اسلامی در واکنش محاسبات این گزارش را مغرضانه و نادرست خوانده و تاکید کرده که طالبان در رویدادهای تروریستی نه نقش دارند و نه هم تروریست هستند. این در حال است که پس از به قدرت رسیدن طالبان، افغانستان شاهد حمله های مرگبار گروه داعش بود که مهمترین آن حمله های کابل، کندهار و کندوز بود. اما حقیقت چیست؟ چرا باید انستیتیوت صلح و اقتصاد محاسبه مغرضانه کند؟ در این برنامه از مهمانانم میپرسم قرار گرفتن افغانستان در فهرست نخست شاخص جهانی تروریسم خبر است چه میدهد؟ مهمانان من در این برنامه آقایان محمدین قانی، آگاه مسائل سیاسی، آقای سنگر امیرزاده، فعال سیاسی و رئیس گروه تماس اینجا در استودیو حضور یافتند. همین طور هم آقای امام محمد وریماج، استاد دانشگاه، از طریق اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند که هر سه مهمان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. آقای قانی، اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، چرا افغانستان در فهرست نخست شاخص جهانی تروریسم برای سال سوم متوالی قرار میگیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما دوستای همکار ما در بحث، همکارای تکنیکی و سایر بین‌النهاد. تشکر. شما ببینید، قبل از اینکه بس جواب سوال شما بپردازه، ما یک بار برویم یک مرور رو بکنیم از پیشینه تاریخی توریسم و این واژه توریسم و یا به عناوین مختلف که این واژه مطرح شده، از طرف کیا مطرح شده، در کجا مطرح شده و در کدام زمان و چی وقت چرا مطرح شده. بله. شما ببین، بسیار دور نمیریم، در جنگ های آفریقا، زمانی که فرانسوی ها اشغال میکنند کشورهای آفریقایی را، یک مثال بسیار بارزش همین بوده که محمد عبدالکریم، رهبر جنبش آزادی بخش مصر، بعد از سالهای متمادی به دست فرانسوی ها اسیر میشه و اونا سالهای سال جهاد میکنن به خاطر آزادی، به خاطر دینشان و به خاطر الهی کلمت الله جهاد میکنن. بالاخره او سرکوب میشه و بزرگترین عنوان شمیم میشه که اونا به نامهای تروریست، دهشت افغان و غیره و غیره عنوان میشن. موضوع گذشته در جنگ های آزادی خواهی لیبیا شما ببینین که 20 سال اونا یا بیشتر از 20 سال مبارزه کردن، همیشه از طرف قدرت های اشغالگر اونا به نام تروریست و دهشت افغان خطاب شدن. در جنگ های ترکستان شرقی شما ببینید که بیشتر از 20 سال، قریب 30 سال او مردم مبارزات خود انجام دادن، مبارزه کردن، شهدا دادن و قربانی های به حد دادن. همیشه سازمان هایشان به نام سازمان های تروریست و دهشت افغان عنوان شده. در 40 سال گذشته افغانستان 20 سال، 14 سال تقریبا ما در برابر بلاک شرق در مبارزه و جهاد بودیم. در اون وقت مجاهدین افغانستان به نام اشرار و دهشت افغان و غیره و غیره نام ها عنوان می شد. در 20 سال گذشته با اشغال ناتو در اس ایالات متحده امریکا، باز سازمان های آزادی بخش، سازمان هایی که به خاطر دفاع از نوامیس ملی، سازمان هایی که به خاطر آزادی کشورشان، به خاطر دینشان سر بلند کردن و قامت راست کردن، مبارزه کردن، همیشه، نه امروز، نه در سال 2021، نه در سال 2020، بلکه از سالهای متمادی پیشتر گفتیم که هر جنگ و هر کشور، هر ملتی که به خاطر آزادی خواهی در برابر از اینا قد علم کردن، اینا او را تروریست خطاب کردن و او را دهشت افغان خطاب کردن، او را اشرار خطاب کردن و عناوین مختلف. یعنی مختلف حالا که افغانستان در فهرست شاخص جهانی تروریسم قرار میگیره، از اون محاسبات نادرست است که بر طالبان یا گروه های دیگر داره، امریکا و کشورهای متحدین امریکا نام تروریست را میمانه. خب این، خب امریکا یا متحدین امریکا نام تروریست را که عنوان میکنن و سازمان های
بازم میگم رو تاکید مدارم که سازمان های آزادی بخش و سازمان های جهادگر اسلامی را گناه تروریست میگن. پس خود از اینا چی هستن؟ اینا در افغانستان ما ببینیم که اینا بیشتر ترور کردن یا گروه های آزادی بخش در افغانستان ترور بیشتر کردن؟ مادر بمهار اینا در افغانستان انداختن. از این بزرگتر ترور و تروریسم در کجاست؟ در جهان یک مثال دیگه برای ما نشون بدین. دهشتی را که آمریکایی ها در 20 سال گذشته در افغانستان روا داشتن، مثالش ما در دنیا نداریم. پس اونا خودشان است که هم میبافن و هم میدوزن و هم قلاوا میکنن، هم عنوان میتن به مردم. ولی تعریف مشخص از تروریسم خب حالا مثلا امارات اسلامی حاکمیت را در اختیار داره، ظاهرا اگر تبلیغ هم است بزرگ نمایی میشه برای داعش، پس داعش هم نباید تروریسم گفته شه؟ خب فرق میکنه، فلسفهش فرق میکنه. ما ببینیم که داعش دنبال چی است، از کجا هست، از کجا نشأت کرده و به کجا میره. آیا نام داعش بله دال الف عین شین بله. دولت اسلامی عراق و شام بله. او منحصر به یک جغرافیای مشخص است. داعش در افغانستان صدق نمیکنه. نه داعش در افغانستان است. داعش افغانستان منهج یک پروژه، منهج یک فشار بالای قدرت های خرد بزرگ منطقه ای ایجاد شده و از او استفاده میشن. تشکر میکنم. اجازه بدین برمیگردم. آقای امیرزاده، تروریسم چی است؟ اصلا یک تعریف مشخص از تروریسم یک دو اتفاق نظر باشم. اصلا فکر میکنم که تونس نداریم یک تعریف واحد. بله. قبل از اینکه به بحث برسم معذرت میخوام، سلام خدمت خانه صاحب جناب رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات پیشین ما و ریماش صاحب و خدمت شما و همه بینندگان عزیز. طبق گرس کردم، ما فکر میکنم یک تعریف واحد از که همه دو یک تعریف یکسان در نهادهای بین‌المللی و نهادهای تحقیقاتی باشه فکر میکنم نداره. ولی همون مسئله که خود دهشت اختناق ایجاد کردن و وحشت ایجاد کردن مانای تروریسم امی است و هر کسی به نوبه خود از این تعریف های مختلف استفاده کرد. مثلا امریکایی ها وقتی که حکومت وقت افغانستان میگفتن که تعریف شما از تروریسم چیست، گفتن او کسایی که بالای ما حمله میکنن اینا تروریست هستن و که بین کت شما جنگ میکنن ما دو رابطه کار نداریم. یعنی ولی ممکن باز حکومت وقت تعریف خود داشت. فعلا مثلا پاکستانی ها طالب امارات اسلامی فعلی را در وقتش هم به حیث یک نهاد توریستی فکر میکنم نمیشناختن تا جایی در امو ظاهر قضیه. ولی جنبش آزادی بخش بلوچ ها را به حیث یک نهاد توریستی میشناسند. بله. در کل اگر ما جنبندی کنم در رابطه ترور، هر کسی از نام تروریسم به بعد مختلفش به خاطر منافع ملی خود تعریف های خاص خود ارائه بله. کرده. ولی ما در رابطه ای تو عرض میکنم که اگر از این مسئله بگذاریم، میایم که کشورهای شرق و غرب در ادوار تاریخ وقتی که در کشور ما حمله کردن مردم دفاع کرده و عناوین مختلف بالاش مانده شده. متاسفانه جغرافی ما متاثر است از این مسئله به خاطر اینکه ما در یک جغرافی استثنایی زندگی میکنیم و همه به این اذعان دارن که متاسفانه جغرافی هم هست که ما چی قربانی میتیم در این رابطه. اما در جای شک نیست که در طول 20 سال اخیر هم با بمباردمان امریکایی ها و ناتو، تلاشی های بیمورد، حمله بر موضوعات فرهنگی ما در مناطق مختلف افغانستان، مردم باعث شد که تا جای صلاح بگیرن و این خود ما در گذشته باعث شدیم تا جایی که به چکچک میکردیم. ولی این طرف هم طالب اگر بگویم در جای شک نیست که اینا بمگذاری های مختلف را استفاده میکردن، از طور مینگذاری میکردن که بیشتر به صدها مورد شما شاهد موترهای حداقل مسائل عسکر و سرباز کنار بگذاریم، شما شاهدی بودین که حتی به صدها و اگر بگویم نزدیک به هزار مورد بله. شاید که موتر از یک موقعیت گذشته بالای من برابر شده و او انفجار کرده. بسیار افراد ملکی از بین میرن.
البته این افراد ملکی تنها به طرف طالب در منگذاری هایشان چون جنگ جبهه‌ای تا زیاد وقت حضور نداشت چریکی بود و مردم از تلف می شدن و هم بمباردمان هوایی به این اساس ما طول 20 سال قربانی دادیم. خب حالا امارات اسلامی حاکمیت داره و فعلا ما او حملات شاهد نیستیم. پس چطور فکر میکنین که افغانستان بار دیگه مثل که در 2 سال قبل وجود داشت در شاخص جهانی تروریسم قرار میگیره؟ یعنی فکر میکنین اینجا یک بحث عقدایی مطرح باشه از سوی این انستیتیوت صلح اقتصاد؟ هرچند این یک انستیتیوت غیر حزبی هم است و همه ساله روی این مسئله کار میکنه، آنچه امارات اسلامی میگه که یک گزارش نادرست است، چطور میشه اقل ببینی به می وضعیت؟ من فکر میکنم که فعلا ما در یک موقعیت قرار داریم که هنوز نزدیک به 7 ماه از حاکمیت دور دوم امارات اسلامی سپری شده. بله. ما یک شاهد یک حمله یا در وقت تقریبا 2001 بودیم که به ایالات متحده حمله شد، اما در این حمله افغانها شرکت نداشت. اما این حمله به یک شکل گفته میشه که در مشوره با وقتی که القاعده بین خود مشوره داشتن از میجا سازماندهی شده باشه، یعنی مشوره صورت گرفته باشه، اما بین این مشوره تا با ملا عمر مجاهد هم نبود، اینا بین خود مشوره کرده بودن هر ترتیبی که پلان کرده بودن و حمله صورت گرفت. این یک تشویش موجود است که اینا رهبری سابق طالب بسلا 2 پای 1 موزه کرد و از اسامه بن لادن دفاع کرد تا آخرین لحظه و منجر به سقوط نظام شد. به اساس یک تشویش همی است. فکر میکنم نهادهای تحقیقاتی در این رابطه هنوز هم توجه دارن. مسئله دیگه که بسیار مهم است در اینجا یک نوع بسترسازی الهاز فکری در مناطق مختلف ممکن در مناطق دو طرف دیورند و از این که پوج پاکستان قوی تر است و اونجا سلفی ها و یا بگویم که بخشی که ازمی نمیگم همه ازمی قسمت اهل حدیث سلفی ها و استفاده میشه در مسئله داعش و ممکن که این تشویش باشه، ولی گزارش ها حاکی همی است که ما ممکن 10,000 جنگجوی به نام داعش در منطقه ما شما حضور داشته باشه. به این اساس این موارد مخفی است، یعنی اطلاعات استخباراتی شاید باشه که پیش طالب هم باشه، اما طالب حکومت امارات میگه که سخنگویشان مجاهد صاحب گفت که ما رد میکنیم تا اونو فعلا داعش حضور فیزیکی نداره و در جغرافیای خاص هم زندگی نداره. ولی ما به حیث یک شهروند افغانستان برداشت مایی است که داعش بسترش در افغانستان تا جایی هست اما کمتر است، ولی تجربه مقابله با داعش توسط امارات به نمایش گذاشته شده در دوران جمهوریت هم وقتی که نظام قبلی اساکر نظام قبلی بالای داعش حمله میکردن بین طالب و داعش هم جنگ بود. حتی گفته میشه در مناطق ما در مشرقی در ننگرهار طالب هم در مناطق خوگانی و شینوار بیشتر با داعش درگیری بود و توانسته بود در وقت که داعش زمینگیری کنه، در حالی که در وقت حکومت هم تلاش خود داشتن و حکومت بیشتر تلاش داشت، اما یک شکل یک تجربه است. مسئله دیگه گفته میشه که لیست هایی که طالب از داعش معلومات کافی داره و اینا رو تعقیب میکنه. من فکر میکنم اگر این مسئولیت ها به شکل درستش انجام بشه، یک بحثی که میخوایم جمع کنم ببخشین که امارات با دنیا تعهد کرده و که از خاک افغانستان بلای هیچ کشوری حمله صورت نمیگیره، این طبعا اینجا یک تعهد وجود داره و این تروسای بملی بحث جنگ افغانا یک بحث جداگانه است که مربوط به خود جغرافی افغانستان میشه، اما اگر خدای ناخواسته متحدات که انجام شده اگر کدام نیروی خارجی که در اینجا حضور داشته باشه و از این سازماندهی شود و حمله در یک از کشورهای منطقه و یا همسایه ها و جهان، ما فکر میکنیم که تشویش وجود داره، ولی ممکن تا سالهای بعد که امارات پیش بره ببینیم که تعهد
و اینمی عمل کرد تا کدام اندازه به نتیجه رسیده معلوم میشه. حالا ما فعلا در سر خط هستیم. ممنون شما اجازه بدین برمیگردم. آقای وریماش سلام شما، خیلی تشکر از اینکه در بحث با ما هستین. خیلی جالب است که وقتی امارات اسلامی میگه هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور فعال نداره، اما انستیتوت صلح و اقتصاد در گزارش سالانش میگه که افغانستان را در فهرست نخست کشورهای شاخص جهانی تروریسم قرار میده. چطور میبینین به این مسئله؟ آیا فکر میکنید تبلیغات بزرگ در راست یا نه واقعا افغانستان همچنان محلی است برای حملات تروریستی یا بر حالش هراس افغانی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، به مهمانان گرامی و تمام بیننده های عزیز. تشکر. ببینید گزارشی که ترتیب شده در مورد حضور تروریست ها یا در بخش فعالیت های تروریستی در افغانستان، تقریبا قبل از آمدن امارات اسلامی را هم یا گرفتن مسئولیت افغانستان توسط امارات اسلامی را هم احتوا میکنه. یک چیز فراموش نکنیم که گزارش تقریبا از شروع سال است و طالبا 15 اگست به حساب مسئولیت افغانستان را بدوش گرفتن و در خیلی موضوعات از قبل هم درد شده، بر علاوه ای که در جریان به حساب حملاتی که در میدان هوایی کابل صورت گرفت و در چند مسجدی که در قندوز و در بعض جای دیگه صورت گرفت، اینا رو هم احتوا میکنن. و بنابراین خب گزارش ممکن که یک مقدار شاخص های خود داشته باشه و او شاخص ها عبارت از نام بردن گروه ها تحت عنوان تروریسم یا تروریست که در او تعریف های مشخص را داره و از طرف سازمان ملل هم شناخته شدن و تقریبا مورد پیگرد هستن و یا ایست که از طرف سازمان ملل هم اینا مورد حساب محکوم هستن یا ایست که در لیست سیاه هستن. بله. این تعریف ها و این شاخص ها در مورد تعریف تروریست و تروریسم هم موجود است و این نهاد هم که گزارش ها را بررسی کرده، شاید با مو دیدگاه ها و مو معیار هایی را که سازمان ملل روی دست داره شاید چون این چیز را ترتیب کرده باشه. ولی بله. تروریسم تعریفش واضح هست که هر کسی که طرف یا گروه یا شخصی که یک گروه دیگر یا شخص دیگر حذف فیزیکی میکنه ایست که دهشت میافکنه، اینا یا تروریست یا تروریست گفته میشه. و همچنان موضوع دیگه که هست بله این مسئله آقای بریماش، آقای قانه اینجا میگه، بله آقای قانه میگه که خب برحالش طالبان هم به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشد، هرچند که یک از مفاد توافقنامه دوحه‌ای است که باید فهرست اعضای طالبان از این لیست بیرون شود، از لیست سیاه سازمان ملل. و از طرف دیگه امریکایی که آقای قانه میگه بزرگترین حملات را در افغانستان انجام داد و متجاوز بود، اینها جمعناتو تروریست گفته نمیشه، اما کسانی که در افغانستان دفاع میکنه از مردم و دفاع میکنه از تمامیت ارضیشون و آزادی بخش هستن، اینا تروریسم گفته میشه و تروریست خوانده میشه. فکر میکنین که یعنی یک تعریف مشخص نیست و ابرقدرت ها داره از تروریسم به مزاج خودشان یک تعریفی را بیرون میتن؟ خب دقیقا وقتی که کسایی که وارد میدان رقابت میشن هر کس یک نام را برای خود انتخاب میکنه و طرف هم به یک نام منصوب میکنه، در این شکل نیست که در دریان جهاد افغانستان یا بعد از او خیلی ها به نظرشان کارشان به خاطر آزادی وطن، به خاطر حفظ از نواميس ملی و تمام ترزی بوده مبارزه میکنن، ولی طرف های مقابلشان که آمده بودن برش یک نام دیگه را دادن، همونتو که بزرگوارا تشریح کردن که به نام تروریست، به نام اشرار، به هر حال. ولی چیزی که بسیار مهم است که آمدن امریکا طور اونا مدیریت کردن آمدن در افغانستان یا جای دیگره که در یک هماهنگی با جهان و همچنان با یک صلاحیت نامه سازمان ملل و همچنان هماهنگی با شورای امنیت و تمام از این موارد اینا سپری میکنن و مد نظر میگیرن و بعدش هم اینا اقدام میکنن. ولی در قبل از اینکه 15 اگست بگویم که تعداد از اعضای رهبری امارات اسلامی هنوز هم در لیست سازمان، در لیست سیاه سازمان ملل متحد یا شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، اونا هنوز هم به حساب چی نشدم.
ولی به تروریسم یک چیز عادی نیست. در این اواخر برداشت شخصی ما البته همین هست بله. که کشورهای بزرگ و کشورهای برقدرت معمولا خودشان نمی توانستن وارد مبارزات به حساب فیزیکی یا جنگی شوند به خاطر کسب قدرت یا تامین منافع ملیشان در کشورهای دیگه. بران یک سلسله چنین جریان ها را ساختن و بعد اینا وارد میدان شدن. در حال حاضر بحث داعش درست است که در حال حاضر چیز نیست دیگه، ولی من شخصا بسیار نگران هستم و داعش متعلق به افغانستان نیست و اینا هم افغان هم نیستن، ولی به خاطر تامین منافع کسای دیگه اینا بسیار جنگای شدید را انجام خواهد دادن. به این شکل یک از نگرانی های همین حضور بله آقای برمجو یک از بخشای بعضی گروه بله بفرمایید. ببخشید بفرمایید. خواهش میکنم شما ادامه بدین صحبت هایتان. و همچنان گفتم که بعض احتمال داره که بعض شبکه های آزادی بخش بگوییم که از کشور از کشورهای دیگه ممکن که همونطور که در افغانستان یک زمینه به خاطر زیست و زندگی بوده هنوز هم به یک شکل خفا حضور داشته باشند، بله. ولی اونا به نظر خودشان ممکن که اینا گروه های آزادی بخش باشند، ولی به طرف حکومت هایشان اینا سازمان های تروریستی باشند. بنابراین این موضوع هنوز هم از بود یعنی تعریف و همچنان از بود تحلیل به یک زمان بیشتر نیاز داره و بعد آدم میتونه به یک نتیجه مطلوب برسه. بله. بنابراین معمولا کشورهایی که نظام هایی که حاکم هستند دارای یک مشروعیت نسبی هستند و کسایی که در مقابلشان چی از داخل چی از بیرون ایستاد میشن اونا را تروریست خطاب میکنن. بله. ولی شما آقای برای ما تحلیلتان چیست؟ یا فکر میکنین که این گزارش مغرضانه تهیه شده باشه یا نه واقعیت های با توجه به اینکه خب پیش از آمدن امارت اسلامی را هم در این گزارش اونا بررسی کرده و همینطور هم بعد از آمدن امارت اسلامی را که چندین حملات مرگباری که از سوی داعش داشت انجام شده همینطوری که شما نام گرفتین. خب این تقریبا این گزارش دیده میشه یک گزارش سالانه هست و بیشتر مواردش برمیگرده قبل از آمدن امارت اسلامی در افغانستان و بعض مواردش هم برمیگرده با آمدن امارت اسلامی در افغانستان و در این شکل نیست قبل از آمدنشان امارت اسلامی را یا طالبان را خیلی سازمان های بزرگ جهانی به شمول ملل متحد یا کسای دیگه بسیار به یک طرف سیاسی معقول نمی دیدن و حتی خوب با کسی که اینا وارد جنگ بودن بیشتر اینا را دهشت افغان خطاب می کردن. دقیقاً اینا چون که دست بالای در سطح سیاست جهانی دارن اینا را چنین تعریف و یا اسکی معرفی شده بودن و هنوز هم لست در لست تعداد از به حساب رهبری امارات اسلامی هنوز هم در لست سیای سازمان ملل متحد است. بنابراین همین شاخص هایی را که در سطح جهان یا در سطح سازمان ملل چیزهایی که در بخش موارد تروریسم تشریح شده و این نهاد هم که تحقیق قدر روی از این موضوعات است و برمیگرده بیشترین فعالیت های قبل از آمدن امارت اسلامی و یک تعدادش هم بعد از آمدن امارت اسلامی است که برای بنام داعش یک سلسله فعالیت های صورت گرفته اینا ذکر کردن. تشکر. ممنون شما. آقای قانی چقدر باور دارین که داره فضا را تنگ میکنه برای امارت اسلامی با نشر چون این گزارش هایی که خب به هر حالش از یک طرف امارت اسلامی متحد بر این است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نشه و میگه که هیچ گروهی هم در افغانستان اجازه فعالیت داده نخواهد شد و سرکوب میکنه امارت اسلامی چون چیزی را میگه، ولی اگر واقعا با این گونه تبلیغات شمار از کشورها در تلاش این باشه که گروه هایی را به هر حال جان بده و اونا در برابر حکومت غوغا برپا بکنه یا هم از خاک افغانستان استفاده بکنه، فکر نمیکنه یک نوع تبلیغات منفی برای افتیده که باید مانع شو امارت اسلامی از راه های مطلوب؟ خب شما باید داشته باشین که ایجاد کننده ها و ایجادگرای گروه های جرمی خصوصا مثل کشور افغانستان در جریان است که گروه های خرد و کوچک جرمی را ایجاد بکنن و به خاطر منافع خود هم کشورهای بزرگ استخبارات بزرگ کشورهای جهان و هم استخبارات کشورهای منطقه اینا در صدد ازی هستند که به خاطر منافعشان چون افغانستان از لحاظ منابع زیرزمینی بسیار غنی است، مثلا افغانستان هنوز هم مواد مخدر به حد زیاد است در افغانستان و بر ترافیک مواد مخدر از شرق به غرب یک بستر بسیار مناسب است. اینا کوشش میکنن که اینمی بستر خود اینا حفظ بکنن، به او خاطر سازمان های خرد کوچک جرمی را
ایجاد میکنند و باز اونا را تاپه تروریسم میزنند از یک طرف، اما در واقع اونا را حمایت میکنند. بعضی کشورها را قدرت های بزرگ شما ببینید یکی را به خاطر مار ساختن دیگه به یک نام انوار میکنه، ما همیشه او را من نمیخوام به او برم چون از بحث خارج میشویم. یکی به خاطر مار ساختن دیگه کشورها را، حتی کشورها را اینا در کنترل خود دارن، چی رسه به اینکه سازمان ها را ایجاد بکنن. بله این کار اینا میکنن به خاطر از اینکه امارات اسلامی را از هر طرف راهش قید بکنن و به اهداف خود برسن و اهدافی که دیرینشون. شما فراموش نکنید، من به این باور هستم که همیشه به این تاکید دارم که از یک طرف ناتو و امریکا با گذشته هر روز میگن ما در افغانستان شکست خوردیم. همین روز ما یک بیان از تونی بلیر شنیدم، گفت که عمل کرده ما یا رفتن ما به افغانستان و عراق هر دوش یک اشتباه بود. گفت او وقت ما فکر میکنیم ما کار درست نکردیم، اما حالا میفهمم که اشتباه کردیم. خب این اشتباه منجر به تروریسم میشه، تروریسم خود از اون ایجاد میکنه. پس تو دو زمان ایجاد کردی همی اشتباه را تو مرتکب شدی، از اثر یک اشتباهی تو که 20 سال بعد تو اعتراف میکنی من اشتباه کردم، به میلیون ها انسان بیگناه کشته شد، به میلیون ها انسان تمدن ها از بین رفت. در افغانستان 70% نابود شد، عراق نابود شد، تمدن ها از بین رفت، بالاخره منجر به ویرانی و بربادی سوریه و بعض کشورهای اسلامی دیگه شد. و بعد از 20 سال تو امروز میگی که من اشتباه کردم، اشتباهی برده محکمه خدا. اگر تو تروریست نیستی، حامی تروریسم نیستی، تو بزرگترین تروریست نیستی، تو برده محکمه ایجاد شو، بگو من باید محکمه شوم، بیاخی وجدان دارم بگو. باید گفتن خود نمیشه که من 20 سال بعد والا ما پای بردن که من اشتباه کردیم، باید اشتباه خدا خلاص کردم. جالب هم است که ما یک تیپ پی یا یک گروه را تروریست میگم و بعد از او مثلا خب حالا طالبان را پیش از اینکه حاکمیت را به دست بگیره اینا را به عنوان یک گروه تروریستی میشناختن، اما حالا اینها حاکمیت داره و داره راههایی را برای تعامل باز میکنه. فکر میکنین اگر واقعا همه چیز به گونه درست به پیش بره، یک گروه تروریستی سرانجام بهتر شوه و او از لیست گروه تروریستی بیرون شوه و اونا حتی حاکمیت بکنه، اینها فکر نمیکنین تمامش بازی هایی است که یک ساله دو ساله نه بلکه چندین ساله داره ریخته شده و داره عملی میشه؟ من پیشتر خدمت شما عرض کردم که از امروز نیست، از سالهای بسیار دور، از سالهای متمادی، بلکه از قرنهای دور کمی مبارزات که بین حتی از زمان جنگ‌های صلیبی شما بریم به تاریخ جنگ‌های صلیبی بروین، کشورهایی که در مدافع به اسلام استاد بودن، قربانی به خاطر اسلام دادن، او سازمان‌ها و او کشورها از دید از اینا تروریست بودن، در حالی که بزرگترین تروریست خود از اینا بودن. مثلا شما در جنگ‌های صلیبی شما ببینید جنگ‌های صلیبی 100 سال یا 100 چند سال که دوام پیدا کرد، بر اولین بار اطفال از طرف کی استفاده شد در جنگ‌ها؟ از طرف کلیسا، به صدها چه که بازارها اطفال آورده شدن، به جبهات جنگ فرستاده شدن. اینا راه های مختلف ترور، حتی سازمان های توریستی که امروز بدبختانه به بعض دیدگاه های مذهبی تبدیل شدن، دو زمان ایجاد شد و ای از امروز نیست، نه از 100 سال پیش است، نه یک جنگ از روزی که جنگ بین حق و باطل شروع شده این موارد عنوان میکنن. شما ببینید فرانسه یک چیز به یاد اومد، یک دوست چند سال پیش یک کاریکاتور نشر کردن و دو کاریکاتور یک کارتون نشر کردن و او را برچسب دادن به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام و بعض از ابزارهای جنگی را هم دو چسباندن و گفتن محمد بزرگترین تروریست. پس چی مونده؟ اول دیگه جایزی نمونده که اینمی عقیدهشون است، همین جزء عقیدهشون است، جزء فلسفهشون همی است که وقتی که محمد بزرگترین تروریست است، اونا محمد معرفی میکنن. پس ما میفهمیم که امو هر حرکت مقدس ما را اینا ترور میخوانن و هرگاه ما در برابر از اینا قرار بگیریم اینا ما را تروریست میخوانن. نه موضوع طالبا، آقای استاد بزرگوار آقای وریماج به او اشاره کرد، به موضوع شما هم به او اشاره داشتین، به موضوع توافقنامه بن چند روز بعدش از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شد. نه آمدن ناتو را به افغانستان گفتن، آمدن ناتو را ما بیشتر خدمت شما عرض کردیم که تونی بلیر گفت که بعد از 20 سال اعتراف کرد که رفتن ما به افغانستان یک اشتباه بود. بله. پس همین اشتباهی برد محکمه خواهی تو مطرح بگو، خدا محکمه بگو. باز تروریست هم اموجه تو فیصله بگو که تو تروریست بودی یا کسایی که بخاطر آزادی خود در برابر تو می جنگید.
باز این کدام منطق، بر اساس کدام منطق ما یک سازمان اسلامی یا یک کشور آزادی خواه، یک کشور که به خاطر هویتش، به خاطر آزادیش، به خاطر دینش می جنگه و او را ما برچسب تروریسم بزنیم؟ تشکر میکنم. اجازه بدین برمیگردم آقای امیرزاده. خیلی مهم است در همین شرایط فعلی که خب امارت اسلامی در تلاشی است که تعامل بکنه با جامعه جهانی، مشروعیت جهانی کسب بکنه، در حالی که حاکمان فعلی افغانستان تا چند پیش و حتی یک شمار از اعضای رهبری امارت اسلامی امیال هم در لیست سیای شورای امنیت سازمان ملل است و این طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی میشناختن. حالا اگر وارد تعامل با اینا شود، چقدر این مسئله روشن میشه که جامعه جهانی واقعا از تروریسم و از این مسائلی که مطرح میکنه فقط و فقط به خاطر منافع خودشان استفاده میکنه و برچسب میزنه به بسیار از گروه ها کلمه تروریست را و زمینه را مساعد میکنه برای کسانی که خب به هر حال شونا بیای مجبور شوه برای آغاز یک جنگ. ما یک از گذشته یک مسئله عرض میکنم. در وقت جهاد علیه اتحاد جماهیر شوروی، عامر صاحب شهید و مولوی صاحب جلال الدین حقانی یک 6 نفر از بزرگای جهاد بودند که می چند 4 نفرش یادم رفتن، ممکن خانی صاحب هم کاری کنند. اینا از قبل توسط نظام شوروی در محکمه غیابی به اعدام محکوم شده بود. یک مسئله است. یعنی ما قبلا عرض کردم، گفتیم که دنیا وقتی که یک هر کسی به خاطر منافع ملی خود در امی چند سال اخیر در مسئله تروریسم با استفاده از منافع ملی خود تعریف میکنه، اما مو تعریف واحدش بیشتر نمیتونه آدم پیدا کنه. اما خب مسئله ترور معلوم است، حذف فیزیکی و ترس از عمل کرد و یک حالتایی که آدم نتونه وضعیت پلیسی باشه خودش تروریسم است دیگه. اما چیزی که بسیار مهم است ای که آل امارت اسلامی حاکمیت داره و جوانب درگیر که ناتو و امریکا بودن یک مسئله و حکومت افغانستان هم شاملی می شد و طالب سه جانب بودن. ای کاش می شد که ما افغان ها بین خود جور می آمدیم، متاسفانه اما پروسه صلح عقیم مان، ما نتونستیم به یک امار صلح برسیم، فقط یک توافق بین خارجی ها و امارات به امضا رسید که ما فکر میکنیم که یک قطع جنگ شد و نتونستیم به یک صلح دائمی و ثبات پایدار دست پیدا کنیم، حداقل امو مسیر طی بکنیم. بنابراین توافق موجود است، گفتن که با امارات اسلامی که شما یعنی از خاک ما یا از طرف ما یا در مناطقی که مربوط به افغانستان میشه هیچ بالای هیچ یک از کشورها منطقه و جهان و همسایه های ما مداخله صورت نمیگیره یا حمله صورت نمیگیره. خودش یک توافق است و گفتم که ببینیم تا کدام حد این جانب مقابل هم که توافق امضا کرده ممکن ما در ماها و سالهای بعدی شاهدی باشیم که افغانهایی که شامل لیست سیاه هستند ممکن بیرون شوند. اما این تعهدات دنیا فکر میکنم به شکل بسیار آهسته به این رابطه فکر میکنه که امو توافقا که بینشان است باید به شکل درست فکر میکنم تطبیق شود. این بحث این است، ولی تا اونوز کار نشده. ما فکر میکنم که نیازمندی است که دوباره افغان ها، آلا امریکایی ها نیستن، ناتو نیست، اینا رفتن، ای که ما بین خود دوباره به بهانه بشینیم، یکی دیگر را بپذیریم و و و ببخشیم، هر چقدر که با هم بزنیم نتیجهش بدبختی خواهد بود. برداشت ما ایست که درست است که توپ به میدان رهبری امارت اسلامی است، اما در جای شک نیست که ما باید با وقتها واقع بینانه برخورد کنیم که امارت اسلامی قبلا چون 5 سال حاکمیت داشتن یک واقعیت بود و حالا هم یک واقعیت است که منان تمام نظام در اختیارشون است. اما اگر واقعیت‌های دیگه افغانستان امروز نیستن، اینجا حکومت کردن، اینجا در حاکمیت بودن، اینجا با مردم در تماس هستن، بخوای نخوای
مردم قسمت زیاد از مردم در مناطق مختلفشان حمایت میکنه. اگر این واقعیت هم فراموش شوه ما به یک تکرار باطل تاریخ خود رفتیم. یعنی فکر میکنین که داعش و اینها قدر زیاد تهدید نیست ببینید. اگر بس مسائل حل شوه. ما اگر بین خود جور بیم ما بریم امی نامه های بد دوباره اصلاح کنیم از خود برداریم چند کار میشه. اما به اسلام خدمت کردیم که ما را کسی با نام ترور، تروریسم و موارد دیگه یاد نکنن. مسئله دیگه که بر خود ما افغان ها کمک کردیم که حداقل امروز وقتی که شما برین به یکی از کشورها، کشورهای خصوصا حتی همسایه ها و خارج از کشورهای منطقه، بله. کشورهای اروپایی غربی و مناطق و کشورهایی که کشورهای مترقی هستند او را کنار بگذارین، پاسپورت تان ارزش نداره. اگر شما در یک صف باشین در لین که پاسپورت ها چک میشه، اگر شما ببینید که افغان هستین حتی امو لین امو صف تان جدا میشه، شما از شما پرسیده میشه، شما به شکل توهین میشین به خاطر اینکه عزت ندارین. ما باید دوباره عزت افغانستان باید اعاده بکنیم. ما فعلا مردمایی هستیم که ما را کسی در بیرون پشیزی هم اهمیت نمیده. ما باید کار خاینگی خود باید انجام بدیم. این کارهای ماست که ما میتونیم به دنیا نشان بدیم که ما مردم های صلح شور یعنی بودیم اما مردم های صلح جو هم هستن. به اساس شما مداخله نکنید در امور ما. ما میخواهیم در جامعه در جامعه بملی با شما زندگی خوب داشته باشیم. در موضوعات کلان ما مداخله نکنین. ما میخواهیم امرا شما رابطی خوب داشته باشیم، رابطه استراتژیک داشته باشیم. اما مداخله میکنه، فکر میکنین که کمکاری در کجاست؟ ببینید دنیا یه فعلا یک دهکده است. این تو شده نمیتونه که یک نظامی باشه که ما با هیچ کسی تماس نباشیم. وقتی شما با کشورهای اروپایی میخواین تماس داشته باشین، اینجا بسیار قوانین میشه که شما باید یک راه تعامل را ایجاد بکنین. یک چیزی بتیم، یک چیزی بگیریم. اما این هدف ممنوع موضوعات فرهنگی و اسلامی ما نیست. بسیار موارد دیگه است که ما با هم تفاهم بکنیم. بله. مواردی که میتونیم منافع اونام باشه از مام باشه. در کشورهای منطقه ما باید بسیار ایچی داشته باشیم. احتیاط با احتیاط برخورد کنیم. ببینید همی هیچ کشور تونس نگفته. هیچ کشور نگفته که از خاک افغانستان، هدف من 6 ماه اخیر خدمتتون عرض میکنم که از خاک افغانستان بلای ما کدام توطی صورت گرفته باشه. اما این پاکستانی هایی که همیشه خاک افغانستان توسط نا استعمال علیشان حمله علیه ما حمله صورت گرفته و این کار فعلا هم انجام میتن، در گذشته هم انجام دادن و در آینده هم انجام میتن. اینا نه دوست ما، دوستای قبلی ما بودن و نه از امارت خود بودن. اینا مردمای منافقین هستن. برتون عرض میکنم که شما هر روز پاکستان میبینین که میگه که اونوزم از مناطق افغانستان بالای ما حمله صورت میگیره. یعنی شما در کشور نمیبینین. در حالی که اگر بگویم که شما هم کارهای بدی کردین، خوب است که امارت اسلامی و حاکمیت فعلی در رابطه توجه داشته باشه که ما کارخانگی های خود وقتی که انجام بدیم در او وقت نی باز پاکستان، نی امریکا، نی ایران و نی روسیه میتونن با ما ایچی داشته باشن، تماس خوب داشته باشن. اگر ما بهانه را بر دیگرها مؤثر بسازیم در اینجا به سرسازی میشه. متاسفانه که ما فقر است، تنگدستی است، ما جغرافیای استثنایی ماست و اینجا داعش و دیگه نهادهای تروریستی بسیار به سادگی میتونن ما را زمین گیر بکنن. منتون آقای بریموش، خب آقای مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگه که ما به خاطر آزادی مبارزه کردیم، جهاد کردیم و وقتی حالا که کشور ما آزاد شده امن هم است و ما نه حالا جنگی وجود داره و نه هم بر حالش با کسی در جنگ هستیم، وضعیت هم عادی است. اگر ما گذشته را هم یک بار مرور بکنیم و حالا هم وضعیت را ببینیم، آقای وریموچ، در 2 سال گذشته نام افغانستان در شاخص جهانی تروریسم قرار میگیره، امسال هم قرار گرفته، اما باید راههایی باز شود برای اینکه افغانستان دیگر از این موارد فهرست ها بیرون شود. همینطور هم اعضای رهبری امارت اسلامی که در فهرست سیاسی سازمان ملل است نامشان بیرون شود. نیاز به چی دارد؟ آیا امارت اسلامی فکر میکنید با همین راهکاری را که در پیش گرفته، اگرچه که در گذشته تبلیغ شده یا هر آن چی نامهایی بالایشان گذاشته شده، میتونه این بار به عنوان حاکمان افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان قد علم بکنه و همینطور هم به هر حال دیگر نگرانی وجود نداشته باشه و گروه های تروریستی هم فعال نشه در افغانستان؟
ببینید درس های سیاسی چهار دهه افغانستان به ما میگه که تمام نظام های قبلی که ساخته شده بوده برای تامین منافع کسای دیگه ایجاد شده بودند، نه برای تامین منافع افغانستان. اگر نظام هایی که قبلا بودند در چهار دهه اخیر و اینا سقوط نمی کردن و یا علت اساسی همی بوده که چون که به خاطر تامین منافع کسای دیگه بودن افغانستان، اگر تامین منافع افغانستان تامین میشه شاید سقوط نمی کردن. بله. امارات اسلامی تجربه تقریبا سیاست 20-25 ساله در افغانستان دارم و اینا هر مبارزه ای که کردن تعلق به نیتشان دارن. حدیث شریف در اولین حدیث شریف در مشکات شریف همیست که میگه این عمل اعمال به نیات. بله. و تعلق داره به نیتشان، اگر نیتشان به خاطر کسب رضای الله به خاطر جهاد آزادی مملکت باشه خداوند اجرشان میدن، اگر جهادشان یا تلاششان به خاطر کسب قدرت و مال و گپای دیگه باشم خداوند خودش حساب خودم میکنم. ولی در حال حاضر در چنین شرایط باید بگیم که امارات اسلامی در گرفتن قدرت تلاش کرده تا به حالی و حالا نمی 5-6 ماهی را که ما میبینیم در حفظ قدرت هست، ولی تا به حالی متاسفانه ما علائم که در بتانه یک نظام سیاسی روشن را که داشته باشه و برای آینده تأسیس بکنن چنین چیزی نیست، یا بعضی تعداد کسای دیگه هم میگن که حکومت وسیل بنیاد یا چیزی را. یعنی ما حرکت سیاسی کلان را هنوز در امارت اسلامی نمیبینیم که او به حساب آینده کشور در داخل افغانستان تضمین بکنه و همچنان جامعه جهانی در شاخصهای کلان سیاسی که از قناعت بوده که بگن بلی امارت اسلامی در حال حاضر به مو طرف مسیر روان است که آینده سیاسی افغانستان هم تامین میکنه و همچنان شاخص ها و میارای را که در سطح جهان برای کشورهای به حساب بنیادی بگیم از کشورهای معقول هست اونا را هم تامین میکنه، چون که افغانستان جزء سازمان ملل متحد است و افغانستان تا بال شاید ده ها قرارداد بین المللی و منطقوی را همچنان امضا کرده باشه و هر نظامی که در آینده میه اینا باید پایبند همچو تامین یا ایست که تطبیق همو قراردادها در خیلی موارد است اینا باید از باشن. ولی متاسفانه امارات اسلامی تا کنون مصروف گرفتن قدرت و ادامه و حفظ قدرت بوده. ولی آقای برمش، خب اگر واقعا چنین باشه که یعنی به باور شما یعنی امارت اسلامی تلاش برای گرفتن قدرت کرده و حالا هم داره تلاش میکنه برای که قدرتشون حفظ شه، ولی فکر میکنین که حفظ شدن قدرت نیازمند چی است؟ مثلا آقای توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگه که اگر طالبا میخواه که بانه در حکومت و بقای حکومت خود را تضمین بکنه باید مراجعه بکنه به آرای مردم و رأی مردم را بگیره. حالا همچنین چیز نشد، یعنی فکر میکنین که با این نوع تلاشی که تا حالا انجام داده بقای قدرت ممکن باشه؟ بله، متاسفانه تا بال چنین علایمی دیده نمیشه. مشوره ما با امارت اسلامی همی است که در یک اقدام آنی بسیار کوتاه باید از اعلامیه را صادر بکنن که به تمام جریانهای سیاسی در افغانستان اینا باید اطمینان بدن که آینده مملکت به می طرف روان است و تمام گروه های جهادی و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی میتونن در روند ساختن سیاسی افغانستان نقش بارز داشته باشن و مسیرهای هم به حساب اولویت ها مشخص است که عبارت از انتخابات است و هر کسی میتونه از طریق یک انتخابات آزاد شفاف و عادلانه میتونن کسب قدرت بکنن و برای افغانستان و برای مملکت خود خدمت بکنن. این معیارهای شاخصه ها که واضح شود بعد هم سیاسیون و جریان هایی که تقریبا تاریخچه 50 ساله و حتی بعضی ها تقریبا فامیل های هستند که تاریخ 100 ساله جهاد دارن و بعضی گروه ها هستند تاریخ 50 ساله جهاد دارن و احزاب سیاسی که بعضشون از فعالیتشون تقریبا به 60 سال در افغانستان میرسه اینا همیشون به یک نحوی اطمینان خاطر حاصل میکنن که مسیر سیاسی افغانستان حالا مشخص شد و امارات اسلامی در تای به حساب کسب قدرت یا انحصار قدرت نیست و امارات اسلامی نمیخواهد که بقیه جریان‌های سیاسی و جهادی را از صحنه سیاسی افغانستان حذف بکنه. همونطور یک اطمینان خاطره که داده شد هم بر سطح
سیاست ملی و همچنان به خاطر سیاست بین المللی. همینجاست که راه باز میشه به خاطر گفتمان بیشتر داخلی و همچنان بین المللی. تشکر. ولی متاسفانه امارات اسلامی تا به حال وارد چنین موارد نشد و ما هم نمیدانیم که شاید بسیار مشغول باشند، شاید بسیار مصروف باشند، شاید هم بگویند که ما در ابتدای کار قرار داریم. به این منوال ما بسیار نگران هستم. اگر خدا نخواسته که امارات اسلامی فکر بکنه به این منوال ما پیش میریم که آینده سیاسی کشور معلوم نیست، مسیرهای بزرگ برنامه کشور به حساب از بود سیاسی معلوم نباشه و ما بسیار نگران هستم و رفته رفته افکار ما تغییر میکنه. خب یه هفت ماهی که سپری شد، به هر حال سپری شد، ما در بخش تامین امنیت بعض مواردش هم تشکری میکنیم، ولی اگر این قضیه دوام پیدا بکنه رفته رفته افکار ما تغییر میکنه، چون که افغانستان بسیار ضربات کوبنده ای را در بخش اقتصاد دیده، همه مردم افغانستان خیلی پای قدرت و پای به حساب گپای دیگه هم نیستن. بر افغانان بیشترین موضوع موضوع دان است، موضوع به حساب کار و وظیفه و ایگپا هست که متاسفانه فرصت ها بسیار اندک است. تشکر. و با این چیز ما را به یک جایی نمی رسانه. اگر خدا نخواسته باز افکار آمه که در مقابل یک گروهی یا نظام یا چیز تغییر بکنه، شما می بینید که صفحات به خاطر تغییر خیلی زود مساعد میشه در افغانستان. تشکر میکنم. ممنون شما حضرت آقای قانه. خوب گذشته از این که چگونه باید سیاه و سفید مشخص شود از سوی سازمان هایی که داره گزارش هایی را درباره افغانستان نشر میکنه، اگر کنار بگذاریم از طرف دیگه هم خوب اگر واقعیت ها این باشه که کشورها در پای توطئه چینی هستن و با این توطئه ها به منافع خودشان فکر میکنه، حالا در شرایط فعلی یگانه راه حل این است که اگر افغانستان از میان این همه بحبههای وضعیت بد بگذره، نیاز به این است که حکومت با ملت دست به دست هم داده و یک حکومت مردمی بسازه، چیزی که بارها مطرح شده، چیزی که مشروعیت داخلی عنوان میشه و چیزی هم این که باید جریان های مختلف در حکومت سهم داشته باشه و همه خود را در حکومت ببینه. چرا فکر میکنین ناکام بوده تا اینجا امارت اسلامی در جریان نزدیک به هفت ماه برای تشکیل یک دولت همه شمول قابل قبول یا هم برای رفتن به سوی گرفتن رضایت مردم؟ خب شما فراموش نکنین که تامین امنیت سر مردم، مال مردم، ناموس مردم، ای از اولویت های یک جامعه است. امارات اسلامی هم در حالتی که ما تا جایی که شاهد هستیم، به وصف از اینکه من عضو امارات اسلامی سخنگویش نیستم، اما من حیث یک تبعه افغانستان ما مجبور هستیم که از نظام هایی که مدافع عقاید ما باشند، مدافع جغرافیا و خاک و تمامیت ارضی ما باشند، ما در کنار از اونا قرار داشته باشیم و کوشش بکنیم که ملت هم با اونا نزدیک شود. اما چند توصیه به یا پیشنهاد به بزرگای امارات اسلامی دارم. اولی که شما ببینید گروه تروریستی داعش دنیا بسیار چاق میکنه و بسیار میپنداند. چند روز پیش ملل متحد یک گزارش گفت که فکر کنم یک جای 40,000 گفت، یک جای 4,000 گفت که تعداد افراد داعش است که به هیچ عنوان ما به این موضوع باور نداریم. داعش افغانستان داعش عقیدوی نیست، داعش افغانستان داعش عقدوی است. با استفاده از نام داعش علمو تعداد افراد اشخاص عقدوی را پیدا میکنن و در کنار از اینا قرار میدن، یک نام برش عنوان میکنن، برچسب میزنن، یک بیرق دستش میدن، میگه این داعش است، از او تا یک زمان استفاده میکنن که تا که منافع خودش دو تامین باشه. ما میگیم که امارات اسلامی، بزرگای امارات اسلامی متوجه این قصه شون، استخبارات جهان و منطقه کوشش میکنه که یک فاصله بسیار بزرگ بین امارات اسلامی و مردم افغانستان ایجاد بکنه. این بر امارات اسلامی، مسئولیت امارات اسلامی است که این فاصله را نمانه که ایجاد شود، همدیگر پذیری را ایجاد بکنن. قطع نظر از اینکه دنیا از ما مثلا چی میخواهد، دنیا میخواهد که شما یک حکومت همه شمول بسازین، در حالی که تا هنوز ما ندیم که یک تعریف مشخص از حکومت همه شمول اونا ارائه کرده باشه که با کدام جزیات رای مردان جزیات شد. خب موضوع میاییم دیگه پم میاییم، حکومت همه شمول اونا یک تعبیر دارن، افغانهای عام افغانها تعبیر دیگه دارن، امارات اسلامی یک تعبیر دیگه داره. تعبیر از اونا ای است که امود موره های جاسوس خود باز برن در حکومت افغانستان جای بجای بکنن و تامین منافع خود بکنن توسط از اونا. مردم افغانستان میگه از کادرهای موجود در افغانستان استفاده شوه، همین فرزندان از وطن که تحصیل کردن، کادر هستن، متخصص هستن، از اینا امارات اسلامی در بازسازی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان باید استفاده بکنن که اینا باید امارات اسلامی بکنه، حتما باید بکنه. بله.
این پیشنهاد ماست و معقول ترین راه هم همی است که مردم افغانستان همی دیدگاه را دارن. یکی تعبیر امارت اسلامی است. امارت اسلامی میگه که حکومت ما هم شمول است به خاطر از اینکه امو مجاهدین یا طالبای ازبک و تاجک و ترکمن و غیره و غیره تمام اقوام افغانستان طالبایشان از دهی حکومت به جمع اقتیاد افراد اشخاص که از تکنوکرات ها یا متخصصین هم به شما را انگشت در حکومت یک جای شدن، ما کوشش میکنیم که او هم کار خوب است، اما کوشش بکنن که همین گزینه دومه که ما ارائه میکنیم مردم افغانستان دیدگاهشان است و پیشنهادشان است به این تمرکز بکنن تا داعش عقدوی به وجود نبیاد. نه تنها داعش عقدوی بلکه سایر سازمان های جرمی عقدوی به وجود خواهد آمد و عناوین دیگه به او خواهد دادن و نام های دیگه بر از اونها عنوان خواهد کردن و بالاخره مردم افغانستان و حکومت افغانستان به درد سر دیگه مبتلا خواهد کردن. موضوع انتخابات شما به او گفتین که ببخشین گفتین که دنیا میگه از طریق انتخابات. ما در زمان حکومت مجاهدین، من یک مجاهد هستم که عضو فعال حکومت مجاهدین بودم، در اون زمان ما بیاد دارم که یک شورا ایجاد شد به نام شورای اهل عقد و حل، در اون رهبرای بزرگ جهاد در اون سهیم بودن، علما در اون سهیم بودن، بیشتر علما بود و متنفذین بود، روحانیون تعدادشان فکر میکنم به 30 نفر رسیده بود. در اون وقت هم موضوع انتخابات تقریبا منتفی بود به خاطر اینکه هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. من به این باور هستم که ما به مرحله انتخابات نرسیدیم. ما 3-4 دوره در افغانستان انتخابات را تجربه کردیم. بزرگترین صدمه را انتخابات ها در افغانستان به مردم زد. هر کسی که از یک قوم میخواست رای بگیره مفکوره قومگرایی را ایجاد میکرد، ایجاد تفرقه میکرد و بالاخره یک گروه را از پشت خود روان میکرد. این قوم در مقابل از او قوم استاد کو، این گروه در مقابل از او گروه استاد کو، این سمت در مقابل از این سمت استاد کو، تا به از مردم رای بگیره و برن رایشان با یک کس معامله کنه و پول بگیره و بالاخره در کنارش استاد شود. مثال بزرگترین مثالش ما دیدیم که اینجا من نمیخوام که نامش را بگیرم، بزرگترین رهبران دیدیم که یک روز عناوین مختلف را که دور از همه موارد بود به مو رئیس جمهور وقت اونا القاب کردن، اما بعد را دیدیم که در کنارشان آمدن، از اونا دفاع کردن و همون رأی مردم خود فروختن. ما در اون مرحله نیستیم که هنوز باز ما بریم به اتو یک انتخابات عادلانه و آزاد بریم که مردم به پای صندوقهای رأی بروه و سر رأیش معامله نشوه و بساس تخصص و تعهد مردم انتخاب بکنن. متاسفانه که هنوز هم مردم هم فقر هم بیچارگی. در زمان شما متوجه باشین که در دهه دموکراسی اولین بار در دهه دموکراسی وقتی که احزاب به وجود آمد، سازمان ها به وجود آمد، آزادی های مختلف به وجود آمد که عنوان شد برش دهه دموکراسی، وقتی که سردار محمد داود خان شهید پس بر سر قدرت شد، او گفت که شکم مردم افغانستان نان میخواهند. او مردم افغانستان 5% مردم افغانستان سواد کافی نداره. سواد نداره. سواد کافی چی؟ که سواد نداره. تو برای چی آوردی دموکراسی را عنوان میکنی؟ برادر ما اول ضروریت ما نه دموکراسی است، نه ضرورت اول ما انتخابات است، نه ضرورت اول ما آرای مردم است، ضرورت اول ما تحصیل است، تعلیم است، کار است، نان است و در سایه یک نظام اسلامی. تا زمانی که ذهنیت سازی شود، ذهن مردم آماده شود بر مبنای منافع اولیا، ارزش های ملی و اسلامی، بعد از او باز به طرف انتخابات هم اگر می روند او باز گپ خوب است. در غیر از او اونمو فرموله که قبلا حکومت مجاهدین داشت و او زمان هم مباور مایی است که این همه انتخابات در اون وقت زمان منتفی بود. حالا هر کس کار عنوان میکنش او مربوط خودشان است، اما ایجاد امونهاد به نام شورای اهل عقد و حل، این هم ایجاد از شورا منتفی کرده بود انتخابات ها و به خاطر منافع و اولیا و بزرگ مملکت همو شورا ایجاد شده بود. باز هم ما پیشنهاد میکنیم که یک رای معقول را برازی ایجاد بکنه که تمام طرف ها، تمام اقوام، تمام کادرهای متحد بر افغانستان با در نظر داشت عقاید ملی و عقاید اسلامیشان و با احترامی که ارزش های ملی دارن، اونا بیان در کنار امارت اسلامی قرار بگیرن، امارت اسلامی از تمام کادرهای خود استفاده بکنه، گپ خوب تا عقده ها به وجود نبیا و گروه های جرمی که از طرف استخبارات این از مسئولیت های امارت اسلامی هم است آقای قانه که باید عمل
بکنه در این باره و پیشگیری بکنه. موارد را که شما اشاره میکنین، انتقادهای بسیار زیاد امی است که امارت اسلامی نتونسته در جریان بیش از 6 ماه میگذره روی همین مسائل اقدامهای جدی را بکنه، یا حداقل یک پالیسی را مشخص بکنه که اگر ما انتخابات عالی زمینه برش نیست 6 سال بعد 5 سال بعد انتخابات، یا حالا مشخص شه حکومت سرپرست 3 سال دیگه دوام پیدا میکنه، یا همین که آقای وریماج نقد میکنه که تنها طالبان است که حکمرانی میکنه در افغانستان، جریان های مختلفی که در طول سالهای سال در افغانستان فعالیت داشته، حضور داشتن، نفوذ داشته، همه اینها نادیده گرفته. و اینها فکر نمیکنین که مخالفین عقده ای را به بار بیارن که شما هم در موردش صحبت کردید؟ خب ما خود میگیم که این کارا طالبا از تجربه که دیگرا کردن، اینا از تجربه استفاده نکنن، اینا از مدارا و گذشت کار بگیره. در غیر از ما با تمام احترامات که با آقای وریماج و سایر دوستا و برادرا که دارم، امی طالبان 20 سال در افغانستان بود، به جز از اینکه بم در سرش انداخته شد، کشته شد، بندی شد، بسته شد، در 6 ماه پیش، 7 ماه پیش از این، امی 7 ماه پیش از امروز وقتی که موضوع صلح مطرح میشد، چی موارد عنوان میشد؟ 6 ماه از 3 ماه تا 6 ماه وضعیت جنگ افغانستان تغییر میدیم. تمام ادبیات جنگ بار ما دمی میز دمو وقتم گفتیم که می ادبیان ادبیات جنگ کنار بگذاره، نو برادر ادبیات صلح. امروز هم به طالبان میگم که برادر ادبیات زورگویی، ادبیات جنگ، ادبیات می ادبیات زورگویی و جنگ اگر ما را به کلام جای میرسون، امروز ما یک کشور به این وضعیت نمی بودیم. امروز هم امارت اسلامی آمد اشغال خاتمه داد، بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی دنیا که افغانستان اشغال کرد شکست داد، قربانی داد، امروز نظام گرفت، امروز 100% قدرت بازشون است، تعامل بکنن، مدارا بکنن و از کادرهای خود استفاده بکنن تا عقده ها به وجود نبه، گروه جرمی تبدیل به یک موضوع اقلیمی شود. تشکر میکنم آقای مصادق. فکر میکنم با این پالیسی که به پیش گرفته امارات شما، اگر تغییرات نبیاره و اگر اقدام های جدی را نکنه برای که همه زیر یک چتر در نظام و در مقبولیت نظام همه رای نده که ما میپذیریم چون این نظام میره و حداقل مردم با دل جان بپذیره، نوع حکومت داری نپذیره، اگر نپذیره دوام پیدا بکنه و به هر حالش با چالش های جدی روبرو نشه. ما فکر میکنیم که از بحث اصلی اگر چون خارج نشیم، این بحث هم به یک شکل ربط میگیره. اگر ما کارخانگی خود انجام ندیم، توریسم منطقه و کسایی که فعلا و یا سازمان‌های استخباراتی منطقه و جهان در کمین اگر نشستن که یک پروژه جدید را دیزاین بکنن، هر کار میتونن کرده. و طالب هم ممکن دولت سازی و ملت سازی را خوب کنار بگذار، دولت سازی و حکومت سازی به جای خود باقی بمانه و بالاخره به یک جنگ دیگه مواجه نشیم. و قربانیش بالاخره ما شما بودیم، هستیم و خاط بودیم و مردم در این جنگ نیست هم داشتن و هدف مدایی که ازشان کسی نپرسیده، تحمیل شده بالاشان. اگر امریکایی آمده بمبار کرد، مردم مجبور شده که آمده دفاع کنه، دیگه چاره برش نمانده. و اگر سابق هم بزرگای جهاد مردم فامیلای ما قربانی دادن و کسای دیگه آمدن از نام جهاد سوء استفاده کردن. اگر بیم فعلا به سوال شما، ما فکر میکنم به حیث یک شهروند افغانستان اگر با ما مشوره صورت نگیره و یک چند نفر در یک کوتاق دروازه بسته بینشینن و بین خود صحبت بکنن و سرما تحمیل بکنن، ما فکر میکنم که راه به جای نخواهد برد و ممکن یک چند روز ببره و بالاخره همیشه نتیجهش سقوط و سقوط نظام ها بوده. اگر سردار داوود شهید این کار کرده بودم، از دید ما بر خود اشتباه کرده بود، اتم کودتا اشتباه بود. بعدش هر کسی که انحصار آورده انحصار کرده و انحصار در کشور نتیجه نداده. بحث دیگه که بسیار مهم است که اگر ما به این نظر باشیم که ما فقط میتونیم، بسیار یک اشتباه محض است. خوب است که پیشنهاد میکنم که همه نخبگان سیاسی مملکت یک نقشه سیاسی را مشخص کنند. تا که نقشه سیاسی، ما با استاد وریماج موافق هستم، نقشه سیاسی مشخص نشه، درست است در حکومت هر نام داره، امارت اسلامی، جمهوری اسلامی، هر نام دیگه که میمانند، پایین از قوانین مهم است.
ارزش ها مهم است. ما بسیار سرنام همیشه تاکید نداریم، ولی چیزی که مهم است که پایین بر ما چی میتن. وقتی که شما نقشه را مشخص نکنین، هیچ کس نه به ثبات اقتصادی میرسیم، نه به ثبات اجتماعی میرسیم، به خاطر اینکه هیچ وقت سرمایه بیرون جذب نمیشه، به خاطر اینکه ما نمیفهمیم، اینجا مردم دنیا نمیفهمه که بالاخره چی کار انجام میشه. وقتی که شما نقشه سیاسی را محکم کردین و یک کمی میتونین پیش برین و آیسته سو پیش بریم، ولی این باید منتج به انتخابات سراسری شود. در غیر از 30 نفر 15 نفر در وقت استاد شهیدم اشتباه بود. ما باید میتونستیم یک نقشه را مشخص کنیم که 1 تا 5 سال 2 سال 3 سال نظر به این نقشه رای سیاسی ما به انتخابات میریم. هدف من این سمیل لازم ما به انتخابات آماده نستیم، اما به این آماده استیم که اعلان شود که نیت کمیسیون تصویر قانون اساسی جدید است، از ایرا پیش میریم. نه قانون داریم فعلا، نه قانون اساسی موجود است، و نه میفهم که این لازمه که ما صحبت میکنیم ما چقدر حقوق در جامعه دارم، حقوق سیاسیم چیست، حقوق مدنیم چی است، من نمیفهمم. بالاخره لازمه احساس تهدید میکنم. تشکر میکنم. ممنون شما آقای بریم. بسیار کوتاه آخرین پرسش اگر از شما مطرح بکنم. آقای امیرزاده میگه که همه چیز در حاله از ابهام است، باید روشن شود و ما داریم فرصت ها را هم از دست میدیم. امارت اسلامی میتونه با توجه به اینکه جنگی وجود نداره و کادرهای خوب ما داریم، میتونه راه را بر مبنای یک سیستم باز بکنه. فکر میکنید که اگر طولانی شه همی وضعیت و از طرف دیگه هم جامعه جهانی هم آماده نشه برای تعامل، وضعیت و آینده افغانستان را چی گونه میبینین؟ با اینکه نگرانی همه این است که مردم افغانستان هم بشه قربانی داده، چی در جنگ و چی در فقر و موارد دیگر. میبینین امارت اسلامی افغانستان یکی از خوشبخترین جیران‌های سیاسی است که برای بار دوم صاحب قدرت میشه در افغانستان. بله. 25 سال قبل هم قدرت به دوش داشت، یک 5 سال تجربه قدرت داشت، بعد رفت به طرف مبارزه به خاطر آزادی یا به هر نامی که بود، و بعد از او هم اینا دوباره قدرت به دست گرفتن. و این بار دوم است که قدرت به دست میگیرن، یک به حساب یک فرصت تاریخی به خاطر امارت اسلامی است. ما چنین تجربه را در گذشته با دیگر گروه های سیاسی در افغانستان نداشتیم که اینا بار دوم قدرت به دست بگیرن. و معمولا یک مقوله هم داره میگن که در افغانستان هر گروه یک بار قدرت هم میگیره، ولی این بار امارت اسلامی برای دومین بار گرفت. بله. مطالعات ما اگر دقت بکنیم، همه ما شما به یک نحوی مرور کرده باشیم که کشورهایی که امروز دارای ثبات قوی امنیتی هستند و همچنان دارای ثبات خوب اقتصادی هستند، برمیگرد رمو سیاست های اقتصادی و سیاست های ملی و همچنان سیاست های به حساب سیاسیشان که اینا توانستن که طرح ها و پالیسی های خوب در بخش سیاست، در بخش اقتصاد، در بخش اجتماع بسازن، و بعد انمی پالیسی ها و انمی رهنمود ها باعث شده که این کشورها دارای امنیت دائمی باشه و دارای ثبات اقتصادی دائمی باشن. بنابراین در حال حاضر هم امارت اسلامی یک فرصت خیلی خوب پیش آمده. دو موضوع است، یکی ساخت نظام و یکی هم که ها در رأس حکومت میهن. بنان امارت اسلامی در ساخت نظام و آینده تمام اقشار و گروه های سیاسی و اجتماعی مردم را دخیل بسازند، نظریاتشان گرفته شود، و بعد که در رأس قدرت، در رأس حکومت بعدها که میان و یک بحث جداگانه است، بنان مردم حذف نشن. هر گروه جریان سیاسی که هست اگر اینا از روند ساختن نظام و آینده بیرون مانده شوند، یک دردسر ایجاد خواهد کردن و کسای دیگه اینا را در سطح منطقه خریداری خواهد کردن، و بعد همین سناریوهای ناکامی پای ناکامی جریان خواهد داشت. سپاسگزار حضور عرض مهمان گرامی آقای محمد برماج، استاد دانشگاه، آقای سنگر امیرزاده، فعال سیاسی و رئیس گروه تماس، و همینطور هم آقای محمد دین قانی، آگاه مسائل سیاسی. از حضور عرض مهمان گرامی و شما بیننده های عزیز که بیننده بس بودید، وقتتان بخیر.